سرخط خبرها. اوکراین، حملات هوایی روسیه از فراز حریم هوایی ناتو انجام شده است. واکنش روسیه به حمله موشکی به اوکراین از حریم هوایی مولداوی. سخنرانی جنجالی راجر واترز درباره جنگ اوکراین در سازمان ملل. و اوکراین پیشنهاد دادن سرزمین به ازای صلح با روسیه را تکذیب کرد. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. اوکراین، حملات هوایی روسیه از فراز حریم هوایی ناتو انجام شده است. روسیه روز جمعه موج جدیدی از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های انرژی در سراسر اوکراین آغاز کرد و باعث قطع برق و آب در برخی از مناطق شد. این در حالی است که تنها دو هفته تا اولین سالگرد تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین باقی مانده است و ولادیمیر زلنسکی به تازگی از سفر دو روزه خود از غرب اروپا به کشورش بازگشته است. والری زالوژنی، فرمانده کل نیروهای مسلح اوکراین، گفت که دو موشک کالیبر روسی که از دریای سیاه شلیک شده بودند، پیش از رسیدن به خاک اوکراین از حریم هوایی مولداوی و کشور عضو ناتو یعنی رومانی عبور کرده است. در حالی که مقامات روسیه در این خصوص اظهار نظری نکردند، مولداوی تاکید کرد که حریم هوایی این کشور توسط یک موشک روسی نقض شده است. وزارت دفاع رومانی نیز گفت که نمی‌تواند این گزارش را تایید یا رد کند. بنابر اعلام نیروی هوایی اوکراین، در جریان موج اول حملات هوایی که حدود ساعت 4 صبح آغاز شد، اوکراین توانسته است 5 فروند از 7 پهپاد پرتاب شده از سواحل شرقی دریای آزوف و 5 فروند از 6 موشک کالیبر شلیک شده از دریای سیاه را سرنگون کند. با این حال نیروی هوایی اوکراین همچنین اعلام کرد روسیه 35 موشک S-300 را که پدافند هوایی اوکراین قادر به سرنگونی آنها نیست، به سمت مناطق خارکیف و پروژیا پرتاب کرده است. هنوز آماری در خصوص تلفات احتمالی این حملات گزارش نشده است. واکنش روسیه به حمله موشکی به اوکراین از حریم هوایی مولداوی. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به ادعاهای ارتش اوکراین در خصوص نقض حریم هوایی مولداوی از سوی روسیه پاسخ داد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، امروز و پس از انتشار بیانیه ادعایی ارتش اوکراین اعلام کرد که کرملین از طرح بی‌ثبات کردن مولداوی خبر ندارد. سخنگوی کاخ کرملین به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در خصوص محرومیت همتای روس خود از نشان ملی فرانسه نیز پاسخ داد. پسکوف تاکید کرد که محرومیت احتمالی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از نشان لژیون ملی فرانسه مشکلی ایجاد نخواهد کرد. رئیس جمهور مسائل دیگری در برنامه خود دارد که اولویت بیشتری دارند. پسکوف همچنین افزود در آینده نزدیک رئیس جمهور روسیه مفهوم سیاست خارجی جدید این کشور را تایید خواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در ادامه به زمان سخنرانی پوتین در مجلس فدرال اشاره کرد و گفت که سخنرانی رئیس جمهور در مجلس فدرال در 21 فوریه برگزار خواهد شد. سخنرانی جنجالی راجر واترز درباره جنگ اوکراین در سازمان ملل. راجر واترز در یک سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل ضمن انتقاد از اروپا و آمریکا خواستار برقراری صلح در اوکراین شد. او به تقاضای روسیه در نشست شرکت کرد، اما در سخنان خود حمله روسیه به اوکراین را هم محکوم کرد. راجر واترز از بنیانگذاران گروه پینک فلوید و از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی راک جهان در شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار پایان دادن به جنگ در اوکراین شد. این نوازنده 79 ساله که پیشاپیش خواهان عدم ارسال سلاح به اوکراین شده بود، در سخنرانی ویدئویی خود گفت: رئیس جمهور بایدن، رئیس جمهور پوتین، رئیس جمهور زلنسکی، ایالات متحده آمریکا، ناتو، روسیه، همه شما اکنون مسیر خود را تغییر دهید و فوراً با آتش بس در اوکراین موافقت کنید. او از جمله هنرمندانی است که از جنبش اعتراضی ایران در ماه‌های اخیر حمایت کرده است. تهاجم روسیه به اوکراین بی دلیل نبود. واترز در سخنان خود در مقابل شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد که تهاجم روسیه به اوکراین غیرقانونی بود و او آن را شدیداً محکوم می‌کند. او افزود: اما تهاجم روسیه به اوکراین بی دلیل نبود. به همین خاطر است که من تحریک کنندگان را نیز قویاً محکوم می‌کنم. واترز در سخنرانیش خود را صدای اکثریت بی صدا خواند و شورای امنیت سازمان ملل را به دلیل حق وتو یک نهاد بی دندان نامید. او گفت که شورای امنیت نمی‌تواند در برابر جنگ روسیه علیه اوکراین اقدام مشخصی انجام دهد، زیرا روسیه در کنار ایالات متحده، چین، بریتانیا و فرانسه دارای حق وتو است.
این سخنان با واکنش شدید سرهی کیسلیتسیا سفیر اوکراین در سازمان ملل روبرو شد. ریچارد میلز معاون سفیر ایالات متحده نیز با اشاره به شایستگی غیرقابل تردید او در زمینه موسیقی، صلاحیت واترز را برای صحبت کردن به عنوان یک متخصص در زمینه مسائل تسلیحاتی یا امنیتی اروپا زیر سوال برد. روسیه پیشتر از راجر واترز خواسته بود در رابطه با جنگ اوکراین و به نفع این کشور در شورای امنیت سازمان ملل سخن بگوید و انتظار نداشت که واترز روسیه را نیز محکوم کند. اوکراین پیشنهاد دادن سرزمین به ازای صلح با روسیه را تکذیب کرد. میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور اوکراین گفت که کیف هیچ پیشنهادی مبنی بر دادن سرزمین به ازای صلح با روسیه دریافت نکرده است. پیشتر روزنامه سوئیسی نئوزورچر زیتونگ گزارش داده بود که رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا اواسط ماه ژانویه دیما به کیف و مسکو طرح صلحی برای پایان دادن به جنگ اوکراین پیشنهاد داده بود. بر اساس گزارش این روزنامه این طرح شامل انتقال 20% از اراضی اوکراین به روسیه و ازای ایجاد صلح میان مسکو و کیف بوده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز پیشتر این موضوع را رد کرده بود. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.